مهمان دیگری داریم که در حوزه پولی هم تخصص دارن، آقای دکتر علی سعدوندی اقتصاددان و متخصص حوزه پولی. ایشون هم در واقع تصویر ایشون رو به من بدین دوستان. ارتباط برقرار بوده، بخش زیادی از صحبت‌های آقای دکتر مصباح مقدم رو ایشون رو هم شنیدن. آقای دکتر سعدوندی سلام، شبتون بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب دکتر پرویزیان و بینندگان محترم و همچنین سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت میهمانان گرامی این برنامه. استفاده کردم، در خدمت شما هست. خب دیدگاه شما تا اینجای بحث رو میدونم ارتباطتون برقرار بود و صحبت‌های آقای دکتر مصباح مقدم رو شما شنیدید. من با توجه صحبت ایشون سوال مطرح کردم چگونه کارساز خواهد بود. بله، ما این همه معادن داریم، این همه ذخایر انرژی داریم، ما بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان رو داریم، امسال ممکنه متاسفانه مجبور به واردات گاز بشیم. اینا واقعیت موجود هستش. و یا در واقع اقتصاد منطقه، آیا مبادله های پولی دو جانبه کارساز خواهد بود؟ تجارت تواتری کارساز خواهد بود؟ میتونه بزرگای اقتصاد ایران رو در واقع هدایت بکنه؟ دیدگاه شما چیست؟ بله جناب دکتر پرویزیان، بنده شاید یکی از معدود اقتصاددانان پولی ایران هستم که اعتقاد ویژه به پیمان دو جانبه و چند جانبه پولی دارم و همینطور پیشنهاد دیگری که جناب مصباح مقدم داشتند من نه فقط تایید میکنم، بلکه در سالهای گذشته خیلی تلاش کردم که این دیدگاه رو جا بندازم و متاسفانه جا نیفتاده. ببینید، ما یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین تعداد همسایگان آبی و خاکی رو در دنیا داریم و این مزیت بزرگی است که در اختیار ما قرار گرفته و متاسفانه برای ارتباطی که با همسایگان باید، اون شأنی که ارتباط با همسایگان باید در ذهن ما داشته باشه، متاسفانه نداشته. من تحقیقاتی که انجام دادم و تلاش‌هایی که کردم متاسفانه دیدم که بعضی وقتا حتی اینطوری خدمت شما عرض کنم که یک وقتی ما با همسایگان خودمون ممکن از موضع مساوی برخورد نکنیم و این در شأن ما نیست، این به نفع ما نیست. مثلا خدمت شما عرض میکنم ما تقریبا رابطه تجاری، مرز تجاری ما با پاکستان کاملا بسته است. ما اصلا رابطه تجاری درستی با پاکستان نداریم، در حالی که این رابطه تجاری میتونه بسیار گسترش پیدا کنه. من در جلسه سعی کردم که این مسئله رو مورد تاکید قرار بدم، متاسفانه با اینکه افرادی که در جلسه بودند اقتصاددانان و کارشناسان دولتی و حکومتی بودند، بسیار برخورد اثر ناآگاهی صورت گرفت. حتی میگفتن که مگر پاکستان به جز انبه چه صادر میکنه که ما از پاکستان واردات داشته باشیم یا بتونیم به پاکستان صادرات داشته باشیم، در حالی که به باور بنده تجارت منطقه‌ای باید در اولویت اول قرار بگیره. این رو هم از ایران من خدمتتون عرض نمی‌کنم. بنده خاطرم هست یک زمانی مرز بین یک پروژه‌ای بود در مرز بین کانادا و امریکا، وقتی این پروژه افتتاح شد اعلام کردن در اون زمان البته که بالاترین تجارت در دنیا بین دو کشور کانادا و امریکا صورت میگیره، یعنی بین دو کشور همسایه صورت میگیره. یا مثال دیگه خدمت شما بزنم، یکی از بازترین اقتصادهای دنیا اقتصاد بلژیک است. وقتی اقتصاد بلژیک رو در قالب اتحادیه اروپا شما بررسی میکنید، اقتصاد نسبتاً بسته ای اقتصاد بلژیک داره. خب چگونه ممکنه یک کشوری اقتصادش بسیار باز باشه ولی در قالب بلوک اتحادیه اروپا که قرار میگیره به اقتصاد بسته تبدیل بشه؟ این یعنی اینکه بلژیک با کشورهای همسایه خودش ارتباط داشته. در تمام دنیا ما این رویکردهای منطقه‌ای رو می‌بینیم و متأسفانه در کشور ما بسیار ضعیف است. و من حالا خاطرم نیست که در خدمت جناب مصباح مقدم عرض کرده باشم یا نه، ولی از ایشون تقاضا می‌کنم حالا که این پیشنهاد رو دادن به پیمان تجاری فکر کنند، به پیمان تجاری منطقه‌ای فکر کنند، برویم به سمت این که مرزهای تجاری بین کشورها رو برداریم. حتی در ابتدای کار ما میتوانیم یک جانبه مرزهای تجاری رو برداریم. متاسفانه رویکردهایی صورت گرفته در همین یکی دو سال اخیر که این رویکردها رویکردهای مناسبی به نظر بنده نبوده. ما یک پیمان نیم بند تجاری داشتیم با ترکیه، پیمان تعرفه ترجیحی. به طور یک جانبه ما نقض کردیم این پیمان، در واقع این پیمان تجاری رو به طور یک جانبه، در حالی که این پیمان اصلا مسئله نداره، پیمان نیم بند بود. توصیه اکید بنده این هست که نرخ‌های تعرفه رو با تمامی کشورهای منطقه به صفر برسونیم، یا حتی میتونیم به صورت در واقع پله‌ای عمل کنیم. مثلا با کشور پاکستان، با کشور ارمنستان، با کشور گرجستان، با کشور ترکمنستان، با این کشورها ما ارتباطمون خیلی محدوده. حداقل میتونیم از اینا شروع کنیم، ببینیم آیا عواید مثبت این سیاست‌های آزادسازی رو می‌بینیم یا نه.
یک بار آزمایش کنیم ببینیم اگر به ضرر ما شد بعد از 6 ماه خب میتونیم متوقفش کنیم. من اینجا به ذرت قاطع خدمت شما عرض میکنم، به جرأت خدمت شما عرض میکنم که به نفع کشور ما خواهد بود اگر ما بریم به سمت پیمانهای تجاری منطقه‌ای، اگر مرزهای تجاری رو برداریم، اگر تعرفه‌ها رو برداریم. و سوالی که جناب اسماعیل مقدم مطرح فرمودن این است که خب حالا اگر که ما در واقع این تجارت بین کشورها رو آزاد کردیم و مطمئن باشید حجم تجارت میره بالای 100 میلیارد دلار حتی اگر شما تحریم باشید، من به جرأت خدمت شما عرض میکنم در عرض 2 سال شما خواهید دید که حجم تجارت ما به شدت رشد خواهد کرد. اگر این اتفاق بیفته سوال این هست که چگونه ممکنه ما تسویه رو انجام بدیم؟ جناب مصباحی فرمودن که از پیمانهای مثلا پایاپای استفاده کنیم. من اینجور توصیه ندارم. توصیه بنده این هست که از پیمان دو جانبه پولی و پیمان چند جانبه پولی استفاده کنیم. بنده خاطرم است در گذشته بانک مرکزی ادعا می‌کرد که ما این پیمان‌ها رو با کشورهای منطقه و با کشورهای دیگر طرف تجاری مثل روسیه این چنین پیمان‌های امضا کردیم. برداشت این بنده این هست حتی اگر امضا شده در عمل به جایی نرسیده. باید اراده‌ای وجود داشته باشه، با حرف ما به جایی نمی‌رسیم. باید افرادی وجود داشته باشن که با علم روز با قاطعیت برون و این پیمان‌ها رو اجرا کنن. حتی من پیشنهاد دیگری یک زمانی ارائه دادم که امیدوارم روزی در این کشور شنیده بشه و اجرا بشه و اون اجرای بورس ارز خاورمیانه بود. و نه فقط اجرای بورس ارز خاورمیانه که یک مرجع برای نرخ‌های ارز در واقع این منطقه رو در واقع شکل بده و نرخ مرجع ما داشته باشیم. نه تنها این بود بلکه توصیه بنده این بود که به بانک‌های منطقه اجازه بدین در ایران حضور داشته باشند، همینجور که کشور ما مثلا بانک‌های ایرانی در عراق حضور دارن، در امارات حضور دارن، در ترکیه حضور دارن. من توصیه‌ام این هست که با کشورهای منطقه پیمانی امضا بشه که اجازه بدیم بانک‌های منطقه در کشور ما حضور داشته باشن و بانک‌های ما هم در اون کشورها حضور داشته باشن. و حتی از این هم فراتر بریم و اجازه بدیم که نظام‌های چند ارزی در کشور تشکیل بشه و در منطقه تشکیل بشه. یعنی همینطور که ریال ایران بارها در عراق به جریان افتاده، در افغانستان به جریان افتاده، اجازه بدیم ریال ایران در کشورهای منطقه در واقع به جریان بیفته، ولی از اون طرف هم بپذیریم که ارزهای منطقه هم در کشور ما به جریان بیفتن. اگر این اتفاق بیفته مطمئن باشید که ما نیاز ما به تأمین ارزهای جهان رو خیلی کاهش پیدا خواهد کرد و ما از یک ثبات بالایی در تجارت خارجی برخوردار خواهیم شد. آقای دکتر سعدمندی من یه سوال خیلی کوتاه و صریح بپرسم. مجموعه که شما استدلال کردید آیا ما را به دو جواب در واقع دو سوال اول رئیس محترم جمهوری جواب خواهد داد؟ یعنی آیا شاخص‌های اقتصاد کلان مطلوب خواهد شد و تورم یک رقمی خواهد شد؟ این رویه‌ای که شما گفتید؟ ببینید بحث دیگری است. مسئله تورم مسئله فرق میکنه، کاملا متفاوت هست. ما باید برای تورم و برای احیای شاخصهای اقتصادی به خصوص شاخصهای رشد، به باور بنده مهمترین مشکلی که در ایران داریم و امید داشتم که در فرمایشات جناب مصباحی هم بشنوم و نشنیدم، مسئله بیماری هلندی است، مسئله پرداخت سوبسید به ارز خارجی است. این مسئله باید حل بشه. اگر این مسئله حل بشه هم مسئله در واقع و این مسئله از طریق تفکیک بودجه ارزی از ریالی حل میشه. تفکیک بودجه ارزی از ریالی هم موجب خواهد شد که ما در رشد اقتصادی پیشرفت کنیم، چون بیماری هلندی متوقف خواهد شد، و هم این که ذخایر خارجی مانند 50 سال گذشته به ترازنامه بانک مرکزی منتقل نشود. اگر ذخایر خارجی به ترازنامه بانک مرکزی منتقل نشود، مهمترین ریشه تورم در 50 سال گذشته علاج خواهد شد. اما ببینید این که ما در دنیا منزوی هستیم، این انتقاد جدی هست که من تقریبا هر بار در برنامه شما شرکت کردم برخی از کارشناسان مسئله رو مطرح کردن و اعتقاد این کارشناسان این هست که تا وقتی که ایران در انزوای تجاری قرار داره امکان رشد اقتصادی بالا رو نخواهد داشت. بله، بنده به این معتقد هستم، هرچند که هیچ وقت در برنامه شما این مسئله رو عرض نکردم. بنده هم به این معتقد هستم و به اعتقاد دارم که چه تحریم باشیم چه نباشیم، باید پیمان تجاری رو در منطقه گسترش بدیم، باید تعرفه ها رو کلن حذف کنیم، موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای رو بین ایران و کشورهای منطقه حذف کنیم. مثال دیگه خدمت شما میذارم، ما از نظر پاسپورت، از نظر گذرنامه در قعر دنیا قرار داریم، در فهرست کشورهای دنیا ایران متاسفانه همراه افغانستان، همراه
در واقع سوریه و عراق در قعر این جدول قرار داره، ولی خیلی راحت با همین کشورها ما میتونیم تسهیل کنیم رفت و آمد رو، و حتی از نظر حمل و نقل چون ایران در مرکز این منطقه قرار میگیره، وظیفه ما هست که حمل و نقل منطقه را تسهیل کنیم و بریم به سمت یک اتحاد تجاری در سراسر منطقه. دیدگاه آقای دکتر سعدوندی رو در مورد دو سوال آخر رئیس جمهور بشنویم. آقای دکتر در خدمتتونم. بله خواهش میکنم. البته مطالبی که جناب مصباح مقدم فرمودند مطالب خوبی بود، ایشون مطرح فرمودند، ریشه ای داره این مطالب که اون ریشه بیان نشد و امیدوارم در آینده این ریشه ها هم شناخته بشه. این که طرحی داده شد که بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران به وجود بیاد، این شاید طرح ارزشمندی باشه اگر که ما یک سازمان توسعه به وجود بیاریم. فقط بفرمایید در دهه 1340 ما یک سازمان توسعه در ایران داشتیم به نام سازمان برنامه. اون سازمان برنامه بعدها منهدم شده، اصلا اثری از اون سازمان برنامه دیگه از دهه 1350 تا امروز دیگه نیست. یعنی ما سازمانی که نقش توسعه‌ای در کشور داشته باشه مطلقاً در این کشور نداریم، و این همونطور که لازم هست افرادی همیشه در جامعه حضور داشته باشن تذکر بدن، به نظر من لازم هست افرادی در جامعه حضور داشته باشن و تفکر توسعه‌ای داشته باشن و سعی کنن که در بلند مدت رشد و توسعه رو به اقتصاد ایران بازگردانن. برای اینکه این اتفاق بیفته، یعنی سازمان توسعه‌ای به وجود بیاد، بیش از آن که ما فقط بخوایم در نفت سرمایه گذاری کنیم که همون بیماری هلندی رو تا حالا به وجود آورده و تشدید کرده، ما باید در زیر ساختا سرمایه گذاری کنیم. بله بانک توسعه‌ای میتونه به وجود بیاد، بانک توسعه صادرات در مقابل اون بانک توسعه اصلا چیزی نخواهد بود، میتونه در اونجا ادغام بشه، حتی بخش های توسعه سازمان برنامه میتونه در این بانک توسعه ادغام بشه، مثلا آمایش سرزمین. حتی توصیه‌ای بود، من یک بار شنیدم که افرادی مطرح کرده بودن که در سازمان توسعه که ممکنه یک زمانی به وجود بیاد و نگرش ها امیدوارم یک روزی تغییر بکنه و حداقل به دهه 40 خودمون برگردیم، سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری در سازمان برنامه بودجه هم میتونه در قالب این سازمان توسعه قرار بگیره، حالا چه بانک توسعه باشه چه سازمان توسعه باشه. ولی مسئله اصلی این هست که بودجه ارزی باید از بودجه ریالی جدا بشه، و اگر بخوایم بودجه ارزی رو از بودجه ریالی جدا کنیم، باید بپذیریم که ارز رو در داخل تزریق نکنیم، چه این که ما ارز رو به بانک مرکزی بدیم، چه این که ارز رو به بانک های تجاری بدیم، چه اینکه ارز رو در بازار داخل ایران بفروشیم. همه اینها به بیماری هلندی منجر خواهد شد. تنها راهی که می شود از ارز حاصل از فروش ثروت استفاده کرد و آسیب نزد به اقتصاد، این هست که ارز رو در اختیار پیمانکار خارجی قرار بدهیم که برای ما چیزی رو احداث کنه. و به طور مشخص ما در زمینه مواصلات، در زمینه راه‌ها و به خصوص در زمینه صنعت ریلی و راه آهن متاسفانه از دنیا چند دهه و حتی من خدمت شما عرض کنم شاید تا 100 سال ما از دنیا عقب هستیم. شما دقت بفرمایید، ما در برخی از تکنولوژی‌ها در سطح دنیا داریم حرکت می‌کنیم. در برخی از تکنولوژی‌ها شاید 10 سال 20 سال عقب باشیم، ولی باز هم 10 سال عقب هستیم. مثلا در صنعت خودرو شاید ما الان 10 سال 15 سال از دنیا عقب باشیم، ولی باز هم بالاخره خودرو تولید می‌کنیم. ولی در صنعت ریلی مطلقاً اینطور نیست، زیرساخت‌های ریلی رو متأسفانه نساختیم. خب من توصیه‌ام این است که سازمان توسعه‌ای به وجود بیاد. این پیشنهادی که جناب مصباحی داشتن با تغییراتی پیشنهاد خوبی هست، ولی اگر بنا باشه همون بیماری هلندی مجدداً ادامه پیدا بکنه، و دلیل این که من خیلی مردد هستم که ما به یک سازمان توسعه‌ای برسیم این هست که همونطور که مهمانان دیگر برنامه هم فرمودن، ما یک نگرش خصومت با دنیا داریم. الان سوالی رو جناب آقای دکتر علوی راد مطرح کردن، من همون زمان دستم رو بالا بردم، خواستم اگر فرصت بدید من خدمت ایشون پاسخ بدم. جناب دکتر علوی راد گفتن که سوال مطرح فرمودن که سیاست تجارت خارجی ما چیه، یعنی برنامه استراتژی تجارت خارجی ما چیه. من عرض میکنم خدمت شما، استراتژی تجارت خارجی ما نداشتن رابطه با هر کسی است. ما با پاکستان هم حاضر نیستیم پا جلو بگذاریم و رابطه برقرار کنیم. عرض کردم خدمت شما، با ارمنستان حاضر نیستیم پا جلو بگذاریم و رابطه تجاری برقرار کنیم. هر جا میخوایم رابطه تجاری برقرار کنیم، مثل همین مسئله
بانک خدمت شما عرض کردم، ما در کشور همسایه بانک تأسیس میکنیم، کشور همسایه حق نداره در کشور ما بانک تأسیس کنه. ما صادرات میخوایم داشته باشیم به کشور همسایه، ولی اجازه نمیدیم کشور همسایه به کشور ما صادرات داشته باشن. با این نگرش ها به جایی نمیرسیم. این نگرش های انزواگرایانه ای که ما سالهاست دنبال کردیم، صرف نظر از دیدگاه های سیاسی که داشتیم، این نگرش های انزواگرایانه در کشور ما، در میان فعالان اقتصادی ما، در میان سیاستگزاران، در میان اقتصاددانان متاسفانه رسوخ کرده، نسوخ کرده. اینها حضور داره در ذهن افراد که تصور میکنن اگر درها رو ببندیم از تولید داخل حمایت کردیم. مطلقاً چنین چیزی نیست. تعداد بسیار زیادی ادبیات وسیعی در علم اقتصاد وجود داره که اگر که یکی از، ببینید من دو مورد رو خدمت شما عرض میکنم و عرضم خاتمه میدم، دو پیش نیاز داره توسعه در کشورها، دو پیش نیاز داره توسعه اقتصادی، دو پیش نیاز داره، یکی توسعه مالی است، دیگری توسعه تجاری است. تا وقتی که شما ارتباط با دنیا نداشته باشید نمیتونید توسعه پیدا کنید. این ارتباط با دنیا هم به باور بنده آنقدر مربوط به این نیست که ما تحریم شدیم یا نشدیم. عرض می کنم ما با پاکستان و افغانستان که میتونیم الان ارتباط داشته باشیم، با اونها هم پیمان تجاری امضا نکردیم. با کشور ترکیه هم یک پیمان، عرض کردم خدمت، یک پیمان بالاخره حد اقلی کاهش تعرفه ها داشتیم. اون پیمان رو هم یک جانبه از جانب ما دولت گذشته ملغا اعلام کرد. بنابراین نگرش ها برای اینکه به توسعه برسیم، نگرش ها باید بسیار تغییر کند. اگر بخوایم که در واقع یک نهاد توسعه‌ای داشته باشیم، باید ارز حاصل از فروش ثروت در اختیار پیمانکار خارجی قرار بگیره. اگر در اختیار پیمانکار داخلی قرار بگیره و در بازار داخل این ارز به فروش برسه، همان بیماری هلندی 50 سال گذشته متاسفانه ادامه پیدا میکنه. سپاسگزارم. آقای دکتر سعدوندی، جمله پایانی شما. بله، البته جناب مصفای مقدم زحمت کشیدن، مطالب خیلی خوبی رو مطرح فرمودند. ای کاش عدالت رو هم در زمان بندی این جلسه رعایت میشد. ذکر خیر جناب آقای دکتر سرزعیم هم دو بار فرمودن، من سرزندی هستم. امیدوارم آقای دکتر سرزعیم هم بعدا در این جلسه حضور داشته باشند. یک گله خیلی بزرگم دارم، وقتی که قرار هست که سیاست اصلاحی انجام بشه، هر بار همه پشتشو خالی میکنن. این بار هم قرار بود ارز 4200 اصلاح بشه، قیمت ها در بازار بورس به این اخبار واکنش نشون داده. بعد اقتصاددانان نخبه ما که کمتر در این برنامه جناب آقای دکتر پرویزیان حضور پیدا میکنن، در خدمت رئیس جمهور رسیدند و ظاهرند کاملا همه با هم متحد مخالفت کردند با این اصلاحات. امیدوارم که در آینده نظرات متفاوت هم شنیده بشه. و سپاسگزارم.